سلام. سخنگوی قدرت آمریکا توسط بایدن به ثواب صلح افغانستان یا تکمیل میراث ترامپ پس از مراسم حلف تحلیف رئیس جمهوری آمریکا، آقای جو بایدن رهبران حکومت افغانستان ضمن تبریک و شادباش بر تقویت روابط دو واحد تاکید می‌ورزند. بایدن برای افغانستان چه سودای بر سر خواهد داشت؟ از سوی دیگر نامزد وزارت خارجه آمریکا قبل از این گفته بود که حکومت جدید آمریکا بر توافقنامه 29 فوریه ارزیابی خواهند کرد. در این برنامه با سوی سال به این مهم خواهیم پرداخت، اینکه با رد شدن مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا، آیا مذاکرات دوحه قطر از حالت بلا تکلیفی به در خواهد آمد و اینکه با پیروزی بایدن آیا زاویه جدید صلح افغانستان خواهد گرفت؟ وقت شما بخیر. من منصور قریشی هستم، میزبان این برنامه. این موضوعات را بیشتر به جرگی بحث میگذارم با مهمانان برنامه. هر یک جناب آقای صاحب نظر سنگین، مشاور رئیس جمهوری، آقای عبدالوارث سیغانی، استاد دانشگاه، همچنان آقای بسم الله رنجبر، عضو اکادمی علوم و آگاه روابط بین الملل، تا لحظات بعد با ما خان پیوست. مهمانان بسیار زیاد به برنامه خوش آمدین. آقای سنگین، اجازه بفرمایید به عنوان اولین فرد پاسخگو پرسش نخست با شما در جریان بگذارم. برای شما من حیث حکومت درشترین تفاوت در زعامت آقای بایدن و آقای ترامپ در چیست؟ به نام خدای بخشاینده و مهربان، سلام به بیننده های عزیز محترم تلویزیون خورشید و همچنان به شما و همکاران تخنیکی تان و دوست عزیز ما جناب سیغانی صاحب و دوست ما دیگر ما رنجبر صاحب. ما عرف ما ای است که ما البته بیشتر تمرکز ما روی مسائل افغانستان خواهد بود. در سیاستی که ترامپ و بایدن داره تفاوت های خیلی زیاد به نظر می خورد، چون ترامپ یک به جای از اینکه بیشتر در حکومتداری و در سیاست باشه، بیشتر در اقتصاد و مسائل به عنوان یک سرمایه دار در آمریکا تبارز کرده بود و وجود داشت و ای که انتخابات به عنوان کاندید جمهوری خواهان برنده شد آمدن. اما بحثی را که در رابطه با بایدن بگیریم، بایدن در حدود بیشتر از 30 سال در سیاست آمریکا دخیل بوده، در بخش‌های مختلف اداره آمریکا ایفای وظیفه کرده و خوب یک سیاستمدار کارکشته و پخته است، هم در امور داخلی آمریکا و هم در امور بیرونی آمریکا و تمام مسائل بیشتر درک میکنه. و ترامپ در دوره که رئیس جمهور بوده، نه تنها افغانستان، در بسیار موارد دیگه کشورهای دنیا، ما را در بحث‌های قبلی هم در بعضی رسانه ها گفتیم که روابط آمریکا را با بیشتر از کشورها و به شکل آنیت خودش تصمیم مشخص میگرفت و یه خراب ساخته بود. و حالا بایدن چیزی را که میخواید چیره تخریب شده آمریکا که در دوران ترامپ بود و این در ترمیم از او و در تأمین روابط با بسیاری کشورها اقدام خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم. آقای سیغانی، پیروزی آقای بایدن با موجی از واکنش های خوب زعمای افغانستان آقای عبدالله و آقای غنی به همراه بوده، با اینکه آقای غنی عنوان میکنه که حکومت افغانستان خواستار مشارکت جدید با آمریکا است، فکر میکنین نوعیت تعامل کابل واشنگتن در زعامت دوره آقای بایدن چگونه خواهد بود؟ آیا فرازنشیب ها بالاخره نقطه پایان خواهد داشت؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، میمان محترم در بحث، بینندگان برنامه شما، ببینین مسلما هر تغییر یا هر تحولی بدون تردید اثرات خود را می داشته باشه و یک تحولاتی به وجود می آید و به خصوص در کشورهای جهان اولی و کشورهایی که چون آمریکا قدرتمند هستند، بدون تردید اینا یک تغییر جهت هایی به وجود خواهد آمد. اما یک چیزی که بسیار مهم است و یک چیزی که بسیار جدی به نظر می رسه و این است که
تنها رؤسای جمهور در بسیاری از مباحث تصمیم گیرنده نیستند. تصمیم گیرندگان اصلی که سیاست خارجی دولت آمریکا را مدیریت میکنه و در واقع برای اینا موارد را مطرح میکنه که یا مبتنی بر او عمل میکنه، این طور نیست که ما بسیار هم خوشبینانه نسبت به قضایای موجود در واقع یک برداشت را از این موضوع داشته باشیم که حضور بایدن در آمریکا میتوانه بسیاری از قضایا را در درون افغانستان حل بکنه یا به وخامت بگرایند. بنابراین آنچه که بایدن در اولین روزهای حضورش به عنوان یک نامزد مطرح می کرد، ای را بیان می کنه که در واقع جو بایدن در تلاش است که قصه صلح افغانستان را به شکلی از اشکال در واقع پایان ببخشه. اما یک چیزی را که بسیار مهم است، او در روابط بین المللی آمریکا پاکستان را به عنوان عمق استراتژیک خود میبینه و به همین ترتیب اگر او با یک تعامل درستی، با یک رویکرد قاطع با پاکستان وارد تعامل شود و پاکستان را به این معتقد بسازه که صلح افغانستان ثبات را در منطقه متضمن میسازه، از یک طرف دولت افغانستان هم یک لابیگری به موقع و معقولی داشته باشه، بتوانه این ذهنیت را در اداره بایدن به وجود بیاره که آمریکا طی سالهای متمادی که دولت افغانستان را هم کمک مالی و لوجستیکی و هم نیروهایش در اینجا حضور داشته، در واقع نقش مشورده و در عملا در صحنه در میدان جنگ حضور داشته درست. شما باید این مورد را مهم بپندارین و در واقع یک رویش را اتخاذ بکنین که رویش در واقع به ختم جنگ و ختم بحران در افغانستان بیانجام. بسیار سپاسگزار. رفت و برگشت کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدین آقای بسم الله رنجبر، همچنان به بحث با ما پیوست. آقای رنجبر بسیار زیاد خوش آمدین. داشتیم در رابطه با تعامل احتمالی حکومت جدید آمریکا با افغانستان صحبت میکردیم. آقای بایدن مراسم حلف تحلیف شه با شعار آمریکا به اعتبار چند جانبیش برمیگردد آغاز کرد. تحلیل هایی وجود داره که توافقنامه 29 فوریه همچنان یکی از موارد بود که بر ارزش آمریکا لطمه وارد کرد. فکر میکنین تعامل حکومت جدید آمریکا در باب توافقنامه 29 فوریه چگونه خواهد بود؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکاران حاضر در بحث و بیننده خوب تلویزیون. خب هرچند در عرصه سیاست خارجی آقای ترامپ و آقای بایدن یک سلسله تغییرات رونما خواهد شد، ولی باور من این هست که در رابطه به مسئله افغانستان و در رابطه به جنگ و صلح افغانستان تفاوت‌های خیلی بنیادی وجود نداره. من فکر می‌کنم توافقی که صورت گرفته، یعنی اصل محتوای توافقنامه با طالبان دوام خواهد یافت، ولی با یک سلسله تفاوت‌های اندکی. ممکن حالا اون زمان در زمان آقای ترامپ شکل‌گیری حکومت موقت خیلی ها سر صدایش زیاد بود و طالبان یک مقدار وزنه به نفع طالبان بیشتر سنگینی میکرد. حالا من فکر میکنم با آمدن آقای بایدن هرچند یک موضوع بسیار کوچک هم مطرح شد که اونا گفتن که ما ممکن تجدید نظر بکنیم در رابطه با رفتارمان با طالبان. خب من فکر میکنم تجدید نظر هم همین مسئله هست که طالبان در بدنه نظام و در بدنه قدرت سیاسی بپیوندن، یک بخش از قدرت را اونا از آن خود بکنن، ولی مسئله شکل گیری حکومت موقت من فکر میکنم حالا ممکن منتفی شده باشد با توجه به اینکه حکومت افغانستان یک سلسله کمک های مادی هم کرده بود در زمان کمپاین انتخابات و یک سلسله رابطه های پیدا و پنهانی که با آقای بایدن داشتن، ممکن مسئله شکل گیری حکومت موقت حالا منتفی شده باشه. ولی در کل من فکر میکنم دیدگاه استراتژیک دموکرات ها و جمهوری خواهان در رابطه با جنگ و صلح افغانستان و در رابطه با قدرت های بزرگ و مطرحی که در محیط پیرامونی افغانستان وجود دارن زیاد تفاوت جدی وجود نداره. ممکن در تاکتیک ها یک سلسله تغییرات رونما شود، ولی در کل استراتژی من فکر میکنم یک استراتژی هست. اهداف سیاست خارجی هم مو اهداف سابقه هست، ممکن با تغییر مهره ها یک سلسله تغییرات بسیار کوچک رونما شود. درست. آقای سنگین، با اینکه مغز متفکر سیاست خارجی آمریکا نامزد احتمالی وزارت خارجه شان عنوان کرد که در توافقنامه 29 فوریه آمریکا تجدید نظر میکنه، اما آقای رجبر به این باور هستند که ممکن در محتوا تغییرات رونما نشه اما در شکلیات روی توافقنامه تغییرات رونما شود.
انتظارات شما با یک از طرف آقای غنی بالاخره حکومت آقای بایدن با یک استقبال بی پیشینه قرار میگیره، از توافقنامه 29 فوریه چه است؟ آمریکا با چگونه با این توافقنامه عمل بکنه؟ اولی که ما ایرا میگم که از سیاست آقای ترامپ خود آمریکایی هم راضی نبودن. حتی ما شما دیدیم تویتر آقای ترامپ هم بخاطر می که بسته شد و بسیار مسائل دیگه هم که آمریکایی‌ها با او راضی نبود. اما پیشتر هم عرض کردم که بایدن یک سیاستمدار بسیار قوی و کارکشته است که تمام عمر در سیاست داخلی و آمریکا و بیرونی آمریکا سپری کرده. من فکر میکنم تغییرات زیادی رونما خواهد شد در این قسمت، بخاطر از اینکه اینا بیشتر روی متفقنامه دوحه که بین آمریکا و طالبا در بیشتر در حدود 18 ماه در بر گرفت و ای روی ازی با توافق رسیدن، اما او را فکر میکنم که بسیار مسائل از او توافقنامه بین آمریکا و طالبان بود از جانب طالبان نقص شده. منظور از بازنگری هم می خواهد بود که اهم سیاستی آنچه که به نفع آمریکایی‌ها باشه و آنچه که برای خوشنام ساختنی برنامه های آمریکا و هم پیمان های استراتژیکی که با دولت افغانستان قبل از توافقنامه دوحه داشته، اونا هم در این توافقنامه در تجدید نظر در نظر گرفته خواهد شد و آنچه را که طالب ها در او تعهد سپرده بودن که نقص کردن، او هم تعهد شکنی طالب ها به اونان یک گروهی که به تعهداتشان محکم نیستند و آنچه را که بر از اونا وعده سپردن، مثال برجستهش را ما گفته میتانیم که طالب ها یکی از تعهداتش قطع روابط با القاعده بود که ایره هم قطع رابطه نکردن، و مسئله دیگه هم که کاهش خشونت و آتش بس بود، برعکس اینا افزایش دادن و خشونت و آتش بس هم تا اکنون قبول نکردن و ای از دلایلی هست که این مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و همچنان مسائل دیگه هم که شورای امنیت سازمان ملل و سازمان ملل در کل و قطعنامه 2513 سازمان ملل صادر شد که در او هم واضح مطرح شد مسائل ارزش ها او ارزش ها را ما میبینیم سیاست گذارای جدیدی که در چی آمریکا آمده بیشتر هم مسائل مطرح می کنه. آقای سنگین، چند قبل گزارش های مشهر بود که آقای غنی در سفری که آقای خلیزاد به کابل داشت با ایشان ملاقات نکرد و از ملاقات ابا ورزیدن. با باور شما مهره درشت واشنگتن در مذاکراتی که با گروه طالبا حداقل پشت درهای بسته در 18 ماه آقای خلیلزاد داشت، آیا فکر میکنین در سمتشان ابقا میشن و اگر ابقا صورت بگیره با سود صلح میتونه تمام شود یا برعکس؟ مثلا اولی که بازم در این قسمت ارزمی است که اینجا توافقات و تعهدات بین دو دولت است، دولت افغانستان دولت آمریکا، و به هیچ تغییر برای دولت افغانستان مهم نیست که چی کسی از جانب آمریکا به عنوان نمایندهش در امور صلح افغانستان. اما به کرات به گونه غیر مستقیم عنوان میشد که آقای خلیلزاد سود بیشتر به سبد گروه طالبان میرسه. من میخوام این را ادامه بدم، یکی که در رویکرد یا شیوه بحثی که توافقنامه دوحه برمیگرده، به خاطر از اینکه در اونجا دولت افغانستان اصلا شریک نبود و او توافقنامه بین طالب ها و آمریکایی ها به امضا رسید و بیشتر فشار آقای خلیلزاد هم می بود که او توافقنامه‌ای که اصلا دولت افغانستان حضور نداشت، آقای خلیلزاد تاکیدش این بود که او آنچه که در او شامل از او است او را باید دولت افغانستان هم بپذیره و دولت افغانستان بسیاری از این مواردی که خودشان اصلا حضور نداشتن او را نمیپذیرفتن، یک سلسله مشکلاتی هم وجود داشت. اما در قسمت خلیلزاد هیچ تجدید نظری از جانب دولت افغانستان وجود نداره، به عنوان دوست استراتژیک دولت آمریکا آقای خلیلزاد باشه یا کسی دیگه باشه، هر کسی که به عنوان نمایندهش باشه و در قسمت قدم های لازم در رابطه به صلح برداشته شود مربوط
مورد قبول دولت افغانستان هست. بسیار سپاسگزارم آقای سیغانی. توافقنامه 29 فوریه شما خود شاهد هستین که در گذشته با مدح و ذم‌های زیادی به همراه بوده. زمایم پنهان توافقنامه 29 فوریه امواره از موضوعی بوده که مورد مکس قرار می گرفته. بحث 7000 زندانی گروه طالبا که مطرح میشه، خارج ساختن اسامی رهبرای گروه طالبا و موضوعات دیگر. با باور شما چقدر نیاز جدی در رابطه به بحث صلح افغانستان میره که این توافقنامه باید به گونه جدی حلاجی شود و اگر این توافقنامه همین گونه پا به پا پیش بره برای آینده حیات سیاسی افغانستان فکر نمیکنین که یک چالش جدی عنوان شود؟ ببینین در این قسمت در زمینه است که بدون تردید آن چرا که دونالد ترامپ انجام داده او را در واقع جو بایدن به این معنی یک سرخوردگی میپنداره که تمام تصمیم هایش در چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی معقول و منطقی نبوده است. در این قسمت من فکر میکنم که یکی از اولویت هایشی خواهد بود که در رابطه به توافقنامه ای که با گروه طالبا صورت پذیرفته یک بازنگری خواهد صورت پذیرفت. اما ای که پس از این بازنگری چی را برای دولت افغانستان گسل میکنه و چی دولت افغانستان در این قسمت چه مسئولیتی میتواند داشته باشه، من فکر میکنم اون نگاهی را که جو بایدن نسبت به افغانستان داشته و ای را در نامزدی دوره اولش که در میان دموکرات ها مطرح بود که مطرح کرد که در رابطه با ملت سازی و جنگ و ادامه جنگ در افغانستان، او یک نگاه در واقع دلسردانه نسبت به وضعیت و اوضاع افغانستان داره. بیشتر دنبال ایست که چگونه بتوانه از جنگ موجود در افغانستان در واقع فرار بکنه. یک تصمیم کلانی آمریکا چرا ایجاب میکنه؟ بدون تردید که جو بایدن تن و تمکین خواهد کرد به اون مسئله. اما اگر در این قسمت استقلالیتی وجود داشته باشه، من فکر میکنم قضیه افغانستان آن قدر هم برای جو بایدن جذابیت نداره. به دلیل اینکه جو بایدن مطرح کرد که آمریکا طی سالهای متمادی در افغانستان پروسه ملت سازی را دنبال کرده و در این حال پروسه در واقع امنیت و کاهش مواد مخدر را دنبال کرده، هیچ یک کسی به نتیجه نه انجامیده، چون مشکل در درون افغانستان است. و ایره دولت مدارای افغانستان با توجه به تمام امکاناتی که از کشورهای بیرونی بخصوص آمریکا دریافت میکردن یک استفاده معقول نکرده. بنابراین من فکر میکنم که رویکرد فعلی جو بایدن در قسمت افغانستان یک رویکرد خواهد بود که ای در واقع وضعیت را در درون افغانستان هم متحول خواهد کرد و وضعیت را در میان گروه طالبان هم متحول خواهد کرد. بنابراین ای که دولت افغانستان به عنوان یک طرف این قضیه از دستگاه دیپلماسیش با استفاده از اون دیپلماسی مروجه که امروز در محیط بین الملل مطرح است، چطور میتوانه یک ذهنیت ایجاد بکنه، در واقع این ذهنیت را برای جامعه جهانی بخصوص برای اداره بایدن بیته که درست. ما در یک چنین شرایط ضرورت داریم که این قضیه باید هر چه زودتر و بهتر و به خیر و صلاح مردم افغانستان برچیده شود. از یک طرف دیگه این را باید بپذیریم که دیپلماسی گروه طالبان هم در یک چنین شرایط خیلی مهم است. اونا بیشتر از دولت افغانستان تلاش خواهد کرد. اما آقای سیغانی، شما در صحبت‌های قبلیتان گفتن که سیاست‌های کلی را استبلیشمنت آمریکا اتخاذ می‌کنه و سیاست‌های قسمی برمی‌گردد به سکاندار امور یک کشور. اگر فرض را بر این بگیریم که توافقنامه 29 فوریه با تدبیر استبلیشمنت آمریکا داره تا اینجای کار میرسه و شما خود باور دارین که برای آقای بایدن افغانستان جذابیت تام نخواهد داشت، پس با می سرنوشت توافقنامه 29 فوریه اگر بنا باشه که مذاکرات به پیش بره، سرنوشت کبی مقصود خواهد بود یا ترکستان؟ ببینید، من فکر میکنم که خب هر چی را که در واقع سکانداران اصلی سیاست و بطاق فکر آمریکا تصمیم بگیره، همون ترتیبی که پیشتر هم گفتم که ای تن خواهد داد آقای بایدن در این قسمت. اما اگر در این قسمت استقلالیتی وجود داشته باشه، من فکر میکنم که همون بحثی که مطرح شد که جذابیت خاص نداره. به دلیل از اینکه اگر یادتان باشه یک بار در سفر خود جو بایدن در افغانستان با آقای کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان فرموده بود که در واقع 50 مراتب پاکستان نسبت به افغانستان به ما مهم است و ارزشی داره. بنابراین من فکر میکنم که اینجا یک پارادوکس ایجاد شده. شما چطور میتونین از این پارادوکس یا در واقع از این
در واقع میان یک چیزی که گاهی به تاریکی می انجامه گاهی به روشنی می انجامه چطور میتونین یک استفاده معقول را داشته باشین؟ این برمیگرده به توانایی و به ظرفیتی دستگاه دیپلماسی افغانستان که این دیپلماسی را به موقع انجام بده. در واقع اون مواردی که به این معنی ابهام به پیش میره که چه تصمیم میگیره، پیش از اون تصمیم ها ضرورت داریم که لابیگری بکنیم، یک ذهنیت ایجاد بکنیم که یک دیدگاه مرتب نسبت به افغانستان ایجاد شود. بسیار جزا سپاسگزار. رفت و برگشت کوتاه میگیریم دوباره. بس هم خوش آمدین آقای رنجبر. اگر یک مقدار بیشتر مکس بکنیم برای این توافقنامه 29 فوریه، به نحوه دیده میشه که بگمس مخمسه ذهنی حتی برای آقای غنی مبدل شده. آقای غنی در صحبت در دانشگاه کابل عنوان کرد که به کرات از آقای خلیلزاد خواست که در رابطه با توافقنامه 29 فوریه به ایشان وضاحت بدهد. از سوی دیگر آقای خلیلزاد هر از گاه به پیشبرد سیاست یک جانبه گرایی و سیاست توأم با کشدار و مریض متهم است و شما خود میفهمین که آقای مکماستر صحبت هایی در این باب داشته. فکر میکنین اگر صلح قسمان که قبلا سوال کردم از آقای سیغانی قرار باشه، بنایش این توافقنامه باشه و به می مبنا و پیش بره و حاشیه های زیادی داشته باشه، پرسش برانگیز، افغانستان را به کدام جهت خواهد کشاند؟ ببینید، من فکر میکنم در رابطه با استراتژی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان و در محیط پیرامون افغانستان دنبال میکنن، بیشتر منافع ملی اونا مطرح هستند و مهم هستند، نه اینکه حالا حتی رئیس جمهور افغانستان یا هم مردم افغانستان یا بخش از مردم افغانستان ناراض باشه. من فکر میکنم زیاد تأثیری نداره، مگر اینکه اونا با رفتارهای دیپلماتیک میزان این نارضایتی‌ها را یک مقدار به نحو فروکش بکنن. حالا هم من فکر میکنم قضیه جنگ و صلح افغانستان یک موضوع بسیار مهم در رابطه با سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هست. اصلا یک اجازه بدین که یک موضوع دیگر مطرح بکنم، در اونجا باز بکنم که اصلا در قضیه حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان، افغانستان یک متغیر اصلی نیست. متغیر اصلی در قضیه حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان و جنگ و صلح افغانستان قدرت های بزرگی مثل چین، روسیه و در قدم بعدی ایران هست. ببینید، در حال حاضر ایالات متحده آمریکا با گذشت هر روز هژمونیش یا اینکه مو ابرقدرت بودنش در سطح دنیا توسط قدرت های مثل روسیه و چین در معرض آسیب قرار میگیره. هر قدرتی که بیاید هژمونی ایالات متحده آمریکا را آسیب بزنه یا مانع ایجاد بکنه، من فکر میکنم اونا یک تهدید هست برای منافع ملی ایالات متحده آمریکا. حالا هم من فکر میکنم یک موضوع کلانی در محیط پیرامونی افغانستان در حال شکل گیری هست. ببینین، گفته های زمزمه هایی هست که در سال یک سال بعد ممکن چین از نقطه نظر اقتصادی جایگاه نخست را از آن خود بکنه و سیاست خارجی چین هم مبتنی بر ارزش های اقتصادی هست، یعنی بیشتر بر حول مسائل اقتصادی میچرخه. تلاش ایالات متحده آمریکا به دیدگاه من، مطابق دیدگاه من، این هست که محیط پیرامونی چین را به یک نحوی ناامن بسازند تا اینکه یک سلسله موانع فراراه رشد اقتصادی چین شکل بگیره. حالا هم با توجه به مشکلاتی که چین با هند داره، اختلافات ارضی و مرزی که اونا دارن، اختلافات دیرینه سنتی که با هم دیگه دارن و از یک طرف دیگه هم نزدیکی بیش از حدی که چین با پاکستان داره، یک مقدار ایالات متحده آمریکا را نگران کرده. بنابراین تلاش ایالات متحده آمریکا برای این هست که به یک نحوی پاکستان را از دست نده و نگرانی که پاکستان از ناحیه حضور هند در افغانستان داره، این نگرانی رفع بکنه و بخش از افغانستان را بالاخره باید طالبان تحت اداره خود داشته باشند تا اینکه نگرانی پاکستان کمتر شه. از این نقطه نظر میاد هند را رشد میده و در کنار چین موازنه میکنه. درست. از این نقطه نظر تلاش میخوایم تکمیل بکنیم صحبت های خود را که چیزی که در فرایند جنگ و صلح افغانستان شکل میگیره، من فکر میکنم که برایندش صلح تمام عیار، ختم جنگ در افغانستان نخواهد بود، بلکه بستر را برای یک جنگ دراز مدتی دیگر فراهم میسازن و با ختم یا با جمع کردن بساط طالبان، من فکر میکنم یک بساط دیگر را پهن میکنن که بتونن درست و به وجه احسن چین را مهار بکنن. از این نقطه نظر من فکر میکنم این نگرانی هایی را که ما داریم، شکل گیری حکومت موقت یا همچنان ابقای آقای غنی، اینا در کل من فکر میکنم بسیار مسائل حاشیه‌ای هستند. در کل در پشت مسئله صلح دولت افغانستان با طالبان یا مذاکرات صلح آمریکایی ها با طالبان مسائل بسیار کلان نهفته است که نمیشه در چند کلمه ما را تماما مطرح بکنم. با اینکه در میان صحبت های مهمان ها گفته شد که آقای بایدن از جمله
رؤسای جمهور آمریکا است که یک مدت مدیدی در سیاست آمریکا دخیل بوده و سیاستمدار کارکشته است. برخی محافل سیاسی به این باور هستند که در این برهه حساسی که آقای بایدن سخنگیری میکنه باید دولت افغانستان لابیگری بیشتر بکنه. در این باب چقدر میتونه کارایی لازم داشته باشه و حکومت افغانستان در این امر تا اینجای کار فکر میکنین توانستن حداقل کارایی داشته باشن؟ خب از فهوای مطالب فهمیده میشه که بالاخره دولت افغانستان به رهبری آقای غنی یک سلسله روابط را از زمان کمپین های انتخاباتی با آقای بایدن شکل داده بود. با توجه به برخورد های حالا با احتیاط میگم که تحقیرآمیز را که آقای ترامپ در رابطه با دولت افغانستان و رهبران دولت افغانستان داشتن و کارزار انتخاباتی بایدن هم صحبت های بود که در افغانستان مطرح میشه. بله ما فکر میکنیم یک سلسله روابط را دولت افغانستان مشخصا آقای غنی با آقای بایدن داره و امید از زمین نقطه نظر هم یک سلسله خوشبینی های در درون ارک شکل گرفته. از زمانی که مسئله پیروزی آقای بایدن مطرح شد ما دیدیم که بالاخره پیام هایی که از درون ارک و از توسط کارمندان بلندپایه دولت افغانستان مخابره می شد یا حداقل در شبکه های مجازی شبکه های اجتماعی مطرح می شد نشانه از شکل گیری یک خوشبینی در درون ارک است. حالا هم به فکر میکنم نهایت مسئله ای که دولت افغانستان بتونه از او بهترین استفاده یا بهره را ببره این هست که مانع شکل گیری حکومت موقت شود و دولت طالبان هم اگر در چارچوب مذاکرات صلح میان در بدنه نظام به یک نحو سهیم میشن شکل میگیرن در تحت رهبری آقای غنی بیان سهیم شود. درست آقای باید آقای سنگین با پوزش آقای ترامپ خلاف مصوبه کانگرس که قرار بود شمار نیروهای نظامی آمریکا از مرد 4000 کاهش نیابد همین اکنون شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 میرسد. آیا فکر میکنین در باب افزایش یا کاهش نیروها آقای بایدن سیاست و پالیسی مشخصی داشته باشه؟ قبلا اشاره شد که آقای بایدن از جمله کسایی بود که بیشتر شایق بود تا نیروهای آمریکایی را از افغانستان و کشورهای متعدد به خانه هایشان برگرداند. دهی با تحلیل شما چی است؟ چقدر مکس خواهد کرد و آیا در باب کاهش همچنان هم فکر آقای ترامپ خواهد بود؟ ما باوریم به این است که سیاست بایدن با سیاست آقای ترامپ خیلی متفاوت خواهد بود. یکی از مسائلی که بسیار مهم است بایدن یقیناً علاقمند پایان جنگ در افغانستان هست، آنچه را که خودشم و نمایندایشان هم گفتن در این قسمت، و دولت افغانستان و دولت آمریکا دو دوست استراتژیک دو دولت هستند و در پهلوی از آمریکا در افغانستان خیلی هزینه کرده و بسیار قربانی داده در کنار ملت و دولت افغانستان، و بایدن این همه را نادیده نخواهد گرفت و اینا یک سیاست متفاوت خواهد داشت و در کنار دولت افغانستان خواهد بود. و حتی این مسئله را هم برات بگویم که اگر یک سرباز آمریکایی هم در افغانستان باقی نمانه، اما نمایندگی آمریکا و تعهداتی بین دو دولت و پابرجا خواهد بود. ولی حالا به این باور هستم که اولی که صلح به وجود بیه با سیاست جدید آمریکا و حرفهایی که و برنامه‌ای که آقای بایدن داره، اما اگر احیانا ضرورتی به نیروهای جدید شوه فکر میکنم که افزایش خواهد داد و اگر ضرورت نباشه نظر به شرایط نیروهای خود بیرون خواهد کرد. درست آقای محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که با خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ تأثیر بر وضعیت امنیتی افغانستان رونما نخواهد شد. با اینکه صحبت شد که آقای بایدن علاقه شدید به افغانستان و جذابیت افغانستان برش نداره، بحث طرح خروج که بحث ماه می مطرح است و باز هم برمیگردد به توافقنامه 29 فوریه، آیا شما به این باور هستین که تاریخ می سال جاری تاریخ خواهد بود که تمام نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک بکنند؟ من در این باور هستم که بازم میگم دولت نیروهای دولت آمریکا در افغانستان مدتی بیشتر از یک سال میشه که در میدانهای جنگ نیستن. وقتی که در میدان جنگ نباشه پس کشتم نمیشن و قربانی هم نخواد دادن، و در حدود 96 تا 98 فیصد نیروهای شجاع افغانستان دفاع در حالت دفاع از افغانستان هستند. اما منظور از این است که تنها در بخش هوایی نیروهای هوایی آمریکا و ناتو در کنار دولت افغانستان در جنگ ها سهم می گرفتند،
به این خاطر من حرف آقای محیب به خاطر از میگم که اونا میگه تأثیری نداشتن، منظور از تن نداشتن تأثیر معنایش این خواهد بود که نیروهای افغان نشان دادند که در این مدت از سرزمین و حریم افغانستان دفاع کردند و طالبان نتوانست حتی کوچکترین پیشرفتی در این زمینه داشته باشد. باری آقای بایدن گفته بود که افغانستان ممکن نیست که یک پارچه شود و به کشور متحد مبدل شود. در سال سوم کاری آقای بایدن قرار است که بحث تمدید توافق استراتژیک، توافق امنیتی میان کابل و واشنگتن باشد. اگر یک نگاه متول به بحث سیاست و پالیسی آقای بایدن داشته باشین، در 4 سال زعامت و 3 سال که میگذره بحث تمدید این توافقنامه میآید، فکر میکنین چه کارهایی را در اولویت خواهد داشت و آیا آقای بایدن به نسبت آقای ترامپ قرار را بر فرار ترجیح خواهد داد؟ در این خصوص من فکر میکنم که تنها فرد در آمریکا تصمیم گیرنده نیستند. اگر قرار باشه که اما فرد ترامپ خلاف مصوبه کنگره، خب ترامپ من فکر میکنم که خلاف ارزش‌های ملی آمریکا در بسیاری از موارد عمل کرده و مسلما آنچه که در واقع سیاست خارجی آمریکا یا سیاست داخلیش هم ایجاب نمی‌کرد او خواسته خودخواهانه و خودشیفتگانه یک کارای را انجام بده. اما ببینین آنچه که معمول هست و در واقع معروف هست در آمریکا، تنها فرد یا تنها رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلی و نهایی نیستن. اونا هر پیمان استراتژیک را وقتی که با یک دولتی با یک کشور انعقاد میکنه در واقع دیدگاه همه دولت آمریکا مهم است، از کانگریس، مجلس نمایندگان و تمام حتی اتاق فکری که در او در درنمای سیاست خارجی آمریکا را در واقع تعیین و ترسیم میکنن. بنابراین من فکر میکنم که آمریکا ضرورت داره برای حضور دیپلماتیک در افغانستان و استراتژی و در واقع منافع ملیشان و سیاست خارجیشان میره ایجاب میکنه تا اینکه در واقع برخی از مشکلاتش در منطقه بخصوص در آسیای میانه و جنوب آسیا با بعضی از کشورها به حل نه انجامه، اونا در اینجا یک حضور معنادار خواهد داشتن. بنابراین که آنچه که من فکر میکنم که دولت آقای بایدن بیشتر از راه دیپلماسی و تعامل با بسیاری از کشورها بخصوص ایران و چین و روسیه و کره شمالی در فکری است که چطور یک تعامل معناداری با وجود بیاید تا بسیاری از نقطه مشکل هایی که باعث اختلاف دو طرف میشه رفع بکنه یا حل بکنه. به همین ترتیب من فکر میکنم که دولت آقای بایدن یا اداره آقای بایدن هم در این فکر نخواهد بود که تا تمام مناسبات و تناسباتش از افغانستان برچیده بکنه. چرا؟ چون برای بایدن آمریکا مهم است و منافع آمریکا مهم است. اگر بایدن میخواهد یک نمایندگی صادقانه از آمریکا داشته باشه، پس منافع آمریکا ایجاب میکنه که اینجا حضوری معنادار داشته باشند. به همین ترتیب این بحث خروج نیروهایش از افغانستان هم من فکر میکنم اون چیزی که ترامپ میخواست برای دولت یا ملت آمریکا به اثبات برسانه که من تمام نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنم. اما در اصل مسئله است که ضرورتی ایجاب میشد یا در واقع منافع ملی آمریکا ایجاب میکنه تا سربازایش تا پایان مشکل افغانستان در اینجا حضور داشته باشه. درست. آقای رنجبر، بار آقای بایدن گفته بود که بحث طالب یک پدیده داخلی افغانستان است و حتی بحث کنار آمدن با گروه طالبان را مطرح کرد. صحبت های میشه که در دوره آقای ترامپ گروه طالبان بیش از حد استیج گرفتند و صحبت ها و تحویل هایی که وجود داره. آقای بایدن با اینکه به تب دیده میشه که دموکرات ها به نسبت حقوق بشر، به نسبت دموکراسی و ارزش ها بیشتر پابند هستند، آیا فکر میکنین که پالیسی من بعد آمریکا در قبال گروه طالبا و بحث استیجی که آقای ترامپ برشان مد نظر گرفته بود یک مقدار از اون کاهیده شود و بحث سکه تغییر بکنه؟
خب در خدمت اول میخوام از آخر شروع بکنم که تنها موردی که به باور من ممکن یک مقدار جایگاه طالبان نزد آقای بایدن یک مقدار از او سیج بلندی که به گفته شما برایشان خلق شده بود در نظر گرفته شده بود یک مقدار ممکن پایین بیاید، مسئله یعنی عبور از شکلگیری حکومت موقت هست. در غیر از این صورت من فکر میکنم در نزد استراتژیست های ایالات متحده آمریکا برخورد با طالبان یا جایگاه طالبان در سیاست خارجی از اونها کاملا مشخص و واضح است، به دلیل اینکه طالبان یک پدیده ای است که جهان بینیشان منحصر به جغرافیای به نام افغانستان هست، هرچند اینا به عنوان ابزار استراتژیک پاکستان در افغانستان مورد بهره برداری قرار میگیرند. حالا من فکر میکنم طالبان از اونجایی که منافع ملی ایالات متحده آمریکا را نمیتونه تهدید بکنه و تهدید نمیکنه، من فکر میکنم در این اواخر توسط رقبای ایالات متحده آمریکا بر علیه منافع ملی استفاده میشد. حالا گفته های هم وجود داره که مثلا رابط استراتژیک میان طالبان و روسیه شکل گرفته بود و تمویل و تجهیز میشد توسط روس ها و ایران یک بخش از جغرافیای خود را به عنوان پناهگاه برای طالبان در اختیارشان قرار داده بود و جنگ فراه بیشتر نه از داخل خاک ایران یعنی کلید میخورد. با توجه به این مسائل من فکر میکنم استراتژیست های ایالات متحده آمریکا به این باور رسیدن، به این نتیجه رسیدن که باید پدیده‌ای به نام طالبان را نگذارن که از این فراتر راه بره و منافع ملی اونا را به خطر مواجه بسازن. بیشتر نوع نگاه اینا بر این هست که طالبان را بیاین در بدنه نظام شریک بسازن و کوشش بکنن که بخش از برنامه‌های خود را توسط طالبان عملی بکنن در داخل خاک افغانستان. درست. حالا من فکر میکنم طالبان بله. با اون یک پدیده داخلی افغانستانی هرچند ریشه هایش در پاکستان هم هست بیاید یک بخش از هزینه ایالات متحده آمریکا را کاهش بده، در کنار دولت افغانستان بیاین سهیم شوند. اون نگرانی ایرم که پاکستانی ها دارن از ناحیه حضور هند در نقاط مرزی افغانستان با پاکستان ها، اون نگرانی هم رفع میشه. حالا من فکر میکنم در صورتی که طالبان بیاید در بدنه نظام اینجا سهیم شوند، سوال که دوستان مطرح بکنین دیگه با حتی با رفتن نظام های ایالات متحده آمریکا در اینجا نگرانی وجود نداره، تنها حضور سیاسی ایالات متحده آمریکا در افغانستان کافی هست که برنامه هایش در افغانستان و در محیط پیرامونی افغانستان بیان عملی و اجرایی بکنن. و این حالا تغییرات در آمریکا میتونه بر ایدئال گروه طالبان همچنان اثرگذار باشه. خب طبعا اثرگذار هست، بخشی از برنامه دیگه ای که قرار است آغاز شوه، گروه های دیگه ای که در حال شکل گیری هست که حتی در بخش از توافقنامه با طالبان هم در اونجا ذکر شده که طالبان باید با فلان گروه هم باید جنگ را پیش ببره در کنار دولت افغانستان. حالا اون گروه ها من فکر میکنم که زیاد برای دولت، برای ایالات متحده آمریکا خطر بسیار جدی نیست، تهدید نیست، مگر اینکه در آینده رقبایش بتونه رخنه بکنه و از اونها به عنوان ابزار علیهش استفاده بکنه. بسیار زیاد سپاسگزار. رفت و برگشت کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدین آقای سنگین. در جنبندی بحث میرسیم، اجازه بفرمایید به آمریکا، به پاکستان همچنان نگاهی داشته باشیم. قبل از این آقای عمران خان گفته بود که با سکانگیری قدرت توسط آقای بایدن پالیسی آمریکا در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد. برخی تأویل هایی وجود داره که نکند آقای بایدن بحث حل منازع افغانستان را مسئولیتش به پاکستان بدهد. با این ملحوظ با نزدیکی آمریکا با پاکستان، فکر میکنین نقش پاکستان در معادلات صلح و فراتر از او در افغانستان چگونه خواهد بود؟ پر رنگ یا کم رنگ؟ یقینا نیر خو همه میدانیم و امریکایی ها میره خوب درک میکنه و حتی در لابلای حرفایشان هم معلوم است، میگن که یک بخشی مهمه تأثیر بیشتر پاکستان داره که او طالب هاست، که در اختیار پاکستان است. و در آغاز هم پاکستان تلاشایش، من میخوایم بخی واضح تر بگویم که تلاشایشان این بود که طالب ها یک بخش کلانی از افغانستان توسط جنگ بگیرند و حداقل لانه های تروریستی که در پاکستان وجود داره اینا را انتقال بده در درون افغانستان و بعدا هم برای جهانیان ثابت بکنه که گویا پاکستان با تروریسم، با ترور هیچ روابطی نداره و مرکز تروریستی دنیا افغانستان است. اما پاکستان واقعا در این هدفش نرسید و یه هم مردانگی و شجاعت نیروهای دلیر افغان بود که سخت مقاومت کردند و طالب ها اجازه نداد که هیچ ولایتی به نفع اونا سقوط بکنه. یعنی شما فکر میکنین یعنی بحث که
مسئله حل منازعه افغانستان با پاکستان سپرده شود تا اینجای کار با توجه به آقای بایدن حقانیت داره؟ یقیناً که تا پاکستان یک نقش مهم در رابطه با صلح داره، به خاطر از اینکه اونا میتونن بالای طالب ها فشار بیارن که حداقل مسائل را آنچه را که آمریکا میخواه و آنچه که دولت افغانستان میخواه و تعهد اخیری را که عمران خان برای در رابطه با صلح افغانستان سپرد با رئیس جمهور و سفری که در کابل داشتن، این بسیار مهم بود که بین دو طرف یک توافقنامه جدید امضا شد. و دو توافقنامه فقط نگرانی پاکستان این بود که از آدرس افغانستان روابطی که با کشورهای دیگه که افغانستان داره باید پاکستان آسیب نبینه. منظورش بیشتر هند. درست. آقای سیغانی، باورهای وجود داره که آقای بایدن افغانستان را از عقب عینک پاکستان خواهد نگریست. شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردین که باری آقای بایدن اشاره کرده بود که به لحاظ ژئوپلیتیک و سیاسی پاکستان را 50 مرتبه افزونتر به لحاظ ارزشی عنوان کرد. سیاست جنوب آسیای آقای بایدن به گونه فرضی فکر می‌کنین چگونه خواهد بود؟ پاکستان قبلا که مورد نظر آقای بایدن بود، آیا همان پاکستان خواهد بود؟ ببینید، پاکستان از چند دید برای آمریکایی‌ها به خصوص برای حکومت بایدن عایز اهمیت است. یکی او پروسه در واقع صلح افغانستان است که باید این را چطور بتوانند توسط پاکستانی‌ها به یک نتیجه بیانجامند. و دیگه ای که در واقع اون شاهکاری‌هایی را که پاکستان می‌توانند برای آمریکایی‌ها انجام بدن، در واقع از این دیدم میشه برش اینطور نگریست که در واقع پاکستان عمق استراتژی آمریکا هست. به همین ترتیب که آمریکایی ها بیشترین سرمایه گذاری را بالای پاکستانی ها خواهد کرد، چون افغانستان از گذشته های دور یا در واقع تاریخ دیپلماسی هم ایره به نمایش میگذاره که در واقع پاکستان نسبت به افغانستان در نزد آمریکایی ها عایز اهمیت است. شما ببینید یک چیز را، این مسئله را بیشتر چی میسازه، متبلور میسازه که تمام تجهیزاتی که از دولت افغانستان در واقع از گروه های چی از نیروهای آمریکایی بودن، این آمریکایی ها به سوی پاکستان میفرسته. به این مفهوم است که در واقع پاکستان نسبت به افغانستان در واقع مقبولیت خود را بیشتر در نزد آمریکایی ها داره و پاکستان بایدن در تلاش این خواهد بود که چطور بتوانه این پروسه ناتمام صلح افغانستان را در واقع با ایجاد یک دیپلماسی، با ایجاد یک هماهنگی در واقع دوران بده و تسهیل ببخشه تا یک نتیجه بهتر را انجام بده، چون پاکستان میتوانه هم او رابطی که با در واقع با کشورهای منطقه داره میتوانه موثریت بیشتری را داشته باشه. اما باید این ما تذکر بدیم که بایدن در قسمت صلح افغانستان یک نگاه دیپلماسی میورانه دارن، به دلیل اینکه اونا در تلاش هستند اون مشکلاتی را که دولت ترامپ ایجاد کرده بتوانن با توسط به دیپلماسی، با توسل به دیپلماسی این مشکلات را رفع بکنه. چطور بتوانه یک هماهنگی میان در واقع پاکستان، ایران، چین، روسیه و ایران ایجاد بکنه که یک دیدی واحد را نسبت به صلح افغانستان داشته باشه. آقای رنجبر، هر از گاهی بحث تروریسم عنوان میشه معطوف به کشور پاکستان، برخی چهره های آمریکایی از جمله آقای مک‌ماستر عنوان کرده که پاکستان حیات خلوت گروه طالبا و خواستگاه تروریسم میتونه باشه و پیشنهادات اخصی را داره. شما خود شاهد هستین که چند سال قبل تنقیز کمک های آمریکا و پاکستان، بحث FATF، سازمان FATF و موضوعات دیگری که مطرح میشه، آقای ترامپ در بحث دیپلماسی جنوب آسیای 2017 پاکستان را خواستگاه تروریسم عنوان کرد. آقای بایدن با پاکستان چگونه کنار خواهد آمد و بحث تروریسم، بحث صلح افغانستان و بحث آینده صلح افغانستان، آیا مو آقای بایدن قبل از ریاست جمهوری خواهد بود؟ خب من فکر میکنم وقتی سیاست مدارا در قبل از انتخابات یک سلسله ابراز نظرهای رو میکنه، من فکر میکنم بیشتر برگرفته از خاصیت شخصیتی علوم و افراد است. ولی وقتی یک کسی به نام رئیس جمهور آمد در کاخ سفید حضور داشت، در اونجا دیگه یک سلسله قید و بندهایی هست که مانع تاثیرگذاری خصلت های فردی و شخصی شخص رئیس جمهور میشه. من فکر میکنم در رابطه با قضیه پاکستان و افغانستان، یعنی پاکستان مکمل افغانستان هست.
با توجه به جغرافیای بسته‌ای که افغانستان دارد، تا زمانی که ایالات متحده آمریکا پاکستان را با خود نداشته باشد، اصلا امکان حضور در افغانستان و امکان داشتن افغانستان وجود ندارد. در اما بار گفته بود که پایگاهشان با پاکستان انتقال می‌دهد، تمامی سربازانشان از افغانستان خارج می‌شوند. خب اینا بیشتر در حد یک نظر هست. او در صورتی است که مگر که افغانستان هم حالت ارزش‌های دوران جنگ سرد، ببخشید دوران گذار بزرگ جنگ جهانی اول و دوم زمان را داشته باشد که به عنوان یک کشور عایق یا حائل باشد که در اینجا هیچ کس حضور نداشته باشد. با توجه به اینکه حالا افغانستان یک بخش از جزء لاینفک سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هست، از این نقطه نظر برای داشتن افغانستان، برای یک افغانستان را حفظ بکنم و فکر میکنم داشتن یک کشور دیگه حتمی و لازمی هست. با توجه به اینکه کشورهای آسیای مرکزی حیات خلوت روسیه هست، امکان از این وجود نداره که ایالات متحده آمریکا از طریق آسیای مرکزی اقدام بکنه. ایران هم با توجه به اینکه یک دشمن دیرینه ایالات متحده آمریکا است، این امکان وجود نداره. تنها راهی که ایالات متحده آمریکا میتونه از او طریق به افغانستان برسانه خود را پاکستان هست. حالا هم پاکستان با توجه به اینکه تبدیل میشه به حیات خلوت چین، نگرانی ایالات متحده آمریکا بسیار زیاد هست. من نگرانی من این هست که با توجه به رفع نگرانی پاکستان از ناحیه هند در افغانستان، افغانستان را هدیه بکنه برای پاکستان، ولی هند را بگه که از برای جبران این مسئله من میایم کنار تو حساب میشم و چین را به یک نحو موازنه میکنم تا اینکه چین نتونه در عرصه سیاست خارجی خودش قدم بکنه بر علیه ایالات متحده آمریکا. در همین با عنوان فرجامین پرسش، آقای بایدن در باب سیاست خارجی جنوب آسیا نزدیک آمریکا را با هند رقم زد، قسمتی که به هندوستان سفر کرد. آیا آقای بایدن همچنان جای پاکستان را عوض به هند خواهد کرد و ای بر افغانستان چه تبعات خواهد داشت؟ فکر میکنم این بار او خطایی را که آقای ترامپ مرتکب شد، آقای بایدن مرتکب نخواهد شد با توجه به حساسیتی که در رابطه به میان چین و ایالات متحده آمریکا وجود داره. در این زمینه من فکر میکنم یک مقدار انعطاف را در نظر خواهد گرفت، یک مقدار میانه‌روی و اعتدال را در نظر خواهد گرفت. از یک طرف در کنار هندوستان بر علیه چین میایسته و موازنه میکنه چین در طریق هند، و از طرف دیگر با توجه به نگرانی که پاکستان داره از ناحیه هند، میاد به یک نحوی نگرانی که از ناحیه افغانستان داره، من فکر میکنم یک بخش از افغانستان را باید طالبان به نیابت از پاکستان بیاد در اونجا حضور داشته باشه. از این نقطه نظر ایالات متحده آمریکا در استراتژی خود در دوران آقای بایدن هم در پاکستان حضور خواهد داشت و هم در هندوستان حضور خواهد داشت و به یک نحوی میخواهند که میزان فشار را بر علیه چین بیشتر بکنند تا یک مقدار رشد فزاینده ای که از نقطه نظر اقتصادی داره او یک مقدار کاهش پیدا بکنه. آقای بسم الله رنجبر، عضو اکادمی علوم و آگاه رابط بین الملل، آقای عبدالوارث سیقانی استاد دانشگاه، آقای صاحب نظر سنگین مشاور رئیس جمهوری، بسیار سپاسگزارم از حضورتان. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه تا فرصت دیگر.